اعتراض و اعتصاب غذای حداقل دو زندانی سیاسی در ایران آنها را روانه بیمارستان و بهداری کرده است. حسین رونقی به بلاگ نویس که به 15 سال زندان محکوم شده و محمد صدیق کبودوند فعال حقوق بشر که در بند امنیتی زندان اوین زندانی است آرش سیگارچی گزارش می‌دهد. بیمارستان شهید هاشمی نژاد تهران حسین رونقی ملکی زندانی سیاسی را به تازگی در آنجا بستری کردند به حکم زندانش اعتراض دارد و تنها راهی که برایش باقی مانده اعتصاب غذاست 26 ساله بیش از دو سال است که بدون مرخصی در این زندان نگهداری می شود به بلاگ نویس منتقد دولت با نام بابک خورمدی می نوشت و آزر 88 در شهر ملکان آذربایجان بازداشت شد هرچند از معترضان به انتخابات آن سال بود اما مقام های امنیتی میگویند او در قالب مبارزه با سانسور در اینترنت و عبور از فیلترینگ علیه نظام فعالیت کرده است در این فتنه و طراحی و سازمان آفتگی... دادگاه او را به 15 سال زندان محکوم کرده این چندمین بار است که حسین رونقی اعتصاب غذا می کند او تنها یک کلیه دارد و همین برنگرانی نگرانی خانواده افسوده است با اینکه حسین رونقی به بیمارستان منتقل شده اما تا کنون اعتصاب غذای خود را نشکسته حتی اجازه تزریق سرم هم نمیدهد قبل از این خواستهایش را در نامه منتشر کرد میگوید اعتصاب غذا کرده به خاطر اعتراض به ناروایی ها و شکایت از دخالت سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات در امور غذایی سلب استقلال قوه غذایی تلاش برای احیای قانون اساسی آینه دادرسی و استقلال غذایی و احیای حقوق زندانیان سیاسی و خانواده هایشان از جمله برخورداری از مرخصی، تلفن و ملاقات. او تنها زندانی نیست که این روزها اعتصاب غذا کرده. محمد صدیق کربودوند هم در اعتصاب غذا است. منطقه که مردم بین بونو و و رسمه حقوق بشر و رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان که از روز شنبه اعتصاب غذای خود را آغاز کرد اما به علت وخیم شدن وضع جسمانیش به بهداری زندان فرستاده شد که از تیر 86 در زندان به سر میبرد. اعتصاب غذای این دو فعال مدنی با سالگرد در گذشته حدا صابر همزمان شده است هودا صابر فعال ملی مذهبی بود که در اعتراض به مرگ مشکوک حاله صحابی دست به اعتصاب غذا زد اما به گفته سایر زندانیان به دلیل بیتوجهی مسئولان غذایی در زندان جان باخت مسئولان غذایی جمهوری اسلامی به تازگی اعلام کردند در مرگ حدا سابق کسی مقصر نیست آرش سیگارچی صدای آمریکا